با سلام به برنامه افق نو دوشنبه 18 بهمن ماه برابر با 6 فوریه 2017 خوش آمدید. برنامه امروز ما به بررسی ابعاد حقوقی فرمان اجرایی اخیر رئیس جمهوری آمریکا در خصوص مسافران ورودی از 7 کشور با اکثریت مسلمان اختصاص دارد. همانطور که احتمالاً شنیده اید که قاضی فدرال روز شنبه با صدور حکمی بخشنامه اجرایی آقای ترامپ را برای بررسی بیشتر به طور موقت به حالت تعلیق درآورد. روز گذشته تلاش دولت برای تعلیق حکم قاضی جیمز رابرت توسط دادگاه تجدید نظر با شکست مواجه شد، اما دولت تاکید دارد که از طرق قانونی از رأی این قاضی عبور خواهد کرد. برای بررسی استدلال‌های قانونی دولت و منتقدان دولت امروز 2 حقوقدان از 2 اردوگاه حقوقی مخالف مهمان ما هستند. در اینجا لازم به ذکر است که هدف ما از طرح این بحث منحصراً تنویر افکار عمومی است و مواضع و دیدگاه‌های ابراز شده توسط مهمانان گرامی برنامه الزاماً مواضع ما به عنوان یک شبکه خبری نمی باشد. با ما باشید. مهمانان امروز ما عبارتند از آقایان دن مکلاکلن، حقوقدان و تحلیلگر حقوقی نشریه نشنال ریویو، و آقای شاهین فلاح، حقوقدان که در استودیو امیدواریم که همراه ما باشند. هنوز نرسیدن ولی به زودی انشالله در راه هم میان. آقایان از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید سپاسگزارم. بحث را با آقای مکلاکلن آغاز میکنم. شما در مقاله اخیر خود هر نوع نقض قانون اساسی به واسطه بخشنامه اجرایی رئیس جمهوری را رد کردید. آیا به همین اعتبار رأی قاضی رابرت رو هم فاقد مبنای قانونی میدونید؟ و اگر پاسخ شما مثبته، استناد حقوقی شما به چیه؟ قبل از هر چیزی بگویم که این حکم یک قاضی که از سوی دادگاه استیناف مورد بررسی قرار خواهد گرفت، بنابراین خیلی منطق نداره صحبتش. باید بیشتر حدس بزنیم راجع به اینکه چه ذهنیتی داشته. چیزهایی که قبلا وجود داشته در این مورد این هست که دیوان عالی برای مدت‌های زیاد حکم داده که کنگره قدرت تقریبا بی نهایت داره در تصمیم گیری در رابطه با امور کشوری. برابر این کاری که دیوان عالی کرده طی سالیان این بوده که گفته که کنگره میتونه افراد خاصی را از کشورهای دیگه شامل حال بکنه، از جمله و میتونه در واقع بر اساس حتی افکار سیاسی تصمیم بگیره. مثلا در 1972 یه موردی بود در مورد اخراج یا در واقع بیرون نگاه داشتن یک کمونیست از آمریکا. بنابراین رئیس جمهوری متکی بر قدرتی که از سوی کنگره به او داده شده، او هم اختیارات زیادی داره. چه فکر کنید که سیاستاش منطقی یا نه، به هر حال رئیس جمهور اختیارات زیادی داره که در چارچوب قانون عمل کردی داشته باشه. آقای مکلاکلن، شما منتقدین رو در مقاله اخیر خودتون در نشنال ریویو جملگی لیبرال خطاب کردید و گفتید که اونها واکنش شاید بیش از حد یا خارج از اندازه به این ماجرا نشون دادن. این در حالیه که برخی از چهره‌های ارشد حزب جمهوری‌خواه از جمله سناتور جان مک‌کین نیز صراحتاً مخالفت خود را با این بخشنامه ابراز کردند. با هم می‌بینیم. روشن است که این سردرگمی پدید آمده در فرودگاه‌های سراسر آمریکا نشانگر آن است که فرمان اجرایی پرزیدنت به خوبی بررسی نشده بود. ما مشخصا نگرانیم، زیرا گزارشان نشان می‌دهد این فرمان بدون مشورت با وزارتخانه‌های خارجه، دفاع، دادگستری و وزارت امنیت گرفته شده است. این اقدام شتاب زده پیامدهای زیانباری داشته. ما نبایستی گرین کارتی ها را به کشوری باز می‌گرداندیم که خانه‌شان خوانده می‌شود. ما نبایستی مترجمان خارجی ارتش آمریکا و دیپلمات‌های آمریکا را به مناطق جنگ زده و خطرناک باز می‌گرداندیم که جانشان در خطر باشد. آیا هنوز معتقدید این نقدها صرفاً جناحی و حزبی هستند؟
نه فکر نکنم. بدون تردید یه عدم توافقهایی هست بین حتی محافظه‌کاران و جمهوری خواهان. من فکر نمی کنم که خود این فرمان اجرایی خیلی خوبه. البته معتقدم که قانونیه و رئیس جمهوری قدرت داره که این کارو بکنه. وگه گوش بدید ما منتقدانی مثل جان مکین در واقع خیلی منطقی تر متوجه هستند که این در واقع یک تفاوت خیلی رادیکالی نسبت به سیاست معمول آمریکا نیست. خیلی از اعتقادایی که شده و تظاهراتی که شده که خیلی در واقع حالت افراطی بوده یا به این مفهوم بوده که در واقع آمریکا داره تبدیل میشه به یک کشور فاشیست، اینا خیلی واقعا جنبه افراطی داشته، حالت افراطی داشته و من فکر می‌کنم که به هر حال آمریکا محدودیت‌های زیادی داشته قبلا در رابطه با سیاست مهاجرتی و دولت اوباما محدودیت‌های قائل شده بر پذیرایی پناهجویان به خاک آمریکا حتی تا هفته آخر دوره زمامداری آقای اوباما. بنابراین این مسئله هست که البته آدمای منطقی میتونن در موردش عدم توافق داشته باشن، ولی دولت ترامپ به هر حال من فکر میکنم که دلایل منطقی داره برای کارهایی که انجام میده. شما به شرایط ویژه امنیتی امروز جهان قاعدتا اشاره دارین، چنانچه در مقاله خودتون هم به اون اشاره کردید و منتقدین رو تلویحا افرادی احساساتی که تحقیقات که تهدیدات واقعی رو درک نمیکنن توصیف کردید. این در حالیه که بر اساس گزارش‌ها شهروندان هیچ کدوم از کشورهای قید شده در بخشنامه اجرایی رئیس جمهور ظرف دو دهه اخیر اقدامات تروریستی در خاک آمریکا مرتکب نشدند و سایر کشورهایی که شهروندانشون در حملات تروریستی علیه آمریکا نقش داشتن مثل عربستان سعودی و مصر از این بخشنامه مستثنا شدند. آیا این واقعیت استدلال امنیتی که همین الان شما بهش اشاره کردید رو زیر سوال نمی‌بره؟ تا یه حدی بله، ولی از طرف دیگه باید این مسئله رو بدونید که دولت آمریکا سه دلیل داشت برای انتخاب این هفت کشور. یکی این که دولت اوباما از قبل انتخاب کرده بود این هفت کشور رو در فهرست کشورهایی که باید از اون برنامه در واقع مربوط به روادید مستثنا بمونن. بعدم کشورهایی که انتخاب شدن اکثریت پناهندگان یا پناهجویان رو در واقع به اصطلاح به سوی کشورهای دیگه فرستاده بود. و مسئله سوم این است که در واقع از این شش کشور کشورهای جنگ زده هستن این هفته. ایران البته خصومت دیرپایی داره با ایالات متحده آمریکا داره و در فهرست کشورهای حامی تروریست از سوی وزارت امور خارجه آمریکا. بنابراین این نبود که آدمایی که در این کشورها هستن خطرناکتر از جاهای دیگه هستن. ما چیزی که در طول تاریخ دیدیم اینه که خیلی‌ها که در اقدامات تروریستی با هم در واقع شرکت داشتن بیشتر با اون ایدئولوژی و ذهنیت اون کشورها در واقع همگام و همخوان بودن. برابر این مشکل واقعا برای آمریکا که بتونه دقیقاً سنجش کامل روی آدمایی که میان انجام بده و برابر این باید در واقع این توقف رو ایجاد کرده، این ممنوعیت رو ایجاد کرده تا بشه یک نظام و سامانه سنجش افراد وارد شده به آمریکا رو تکمیل تر کرد. اما خب تکلیف افرادی که شهروند آمریکا هستند و در این کشور افراطی شدن، رادیکال شدن چه میشه؟ چون که اون خطر کماکان به قوت خودش باقی خواهد موند و اکثر این افراد هم از طریق شبکه‌های سایبری یا به طور کلی حالا از طریق اینترنت در معرض ایدئولوژی‌های رادیکال قرار می‌گیرن. این بخشنامه چطور میتونه اون خطر رو کمرنگ بکنه؟ بدون تردید یه مسئله بزرگه و یکی از نگرانی ها صادقانه بگم اینه که دولت داره این هست که حتی سنجش افراد یکی از دلایلی که فرمان اجرایی میخواد شمار پناهندگان رو کمتر بکنه اینه که ممکنه آدمایی رو اجازه بدید که بله رادیکال نیستن ولی شاید بچه هاشون رادیکالیزه بشن. این یکی از نگرانی هایی بوده به خصوص با توجه به اقدامات تروریستی و حتی در اروپا باعث شد که خیلی وقتا نسل دوم این ذهنیت رو داشته باشه و بنابراین در واقع باید یک راههایی پیدا بکنی برای ایجاد تعادل
وقتی بیپذیرید با آغوش باز آدمهایی رو به کشورتون، بدونید که از کشورهای میان که ممکنه در واقع برای امنیت ملی آمریکا خطر ایجاد بکنن. شما اشاره کردید به اینکه برخی از افرادی که در آمریکا مرتکب اقدامات تروریستی شدن، افرادی بودند که الهام گرفتن از ایدئولوژی هایی که در این بخشنامه مشخصا هدف اون ایدئولوژی ها هستن. خب ما به طور فکت میدونیم که بخش اعظم یا شاید کل حملات تروریستی اخیر توسط جریان موسوم به حالا هواداران داعش یا القاعده که اینها عمدتاً از اسلام وهابی تبعیت میکنن و اعتقاد به جهادیگری دارن در چارچوب اسلام وهابی. و جالب اینه که برخی از کشورهایی که در این فهرست آمدن، از جمله ایران و عراق که اکثریت اهل شیعه دارن، به طور کلی خودشون با اون گرایش از اسلام در حال جنگ هستن، به ویژه عراق که الان متحد ایالات متحده آمریکا محسوب میشه و همکنون نیروهای آمریکایی با نیروهای عراقی در راستای آزادسازی موصل در حال نبرد هستن. اینها رو چجوری میتونید شما به هم مرتبط بکنید؟ قبل از هر چیزی بگم که بله، یک تنش‌های تاریخی هست. اقدامات تروریستی که از سوی دولت ایران در واقع اومده، مثلا چیز عمده، نمونه عمده اون بمب‌گذاری لبنان هست که 241 ملوان نیروی دریایی آمریکا رو کشت. بنابراین منصفانه است که بپرسیم بله که اگه سیاست دراز مدتون چیه برای اجازه دادن به توسط یک شهروند لبنانی صورت گرفت. حالا ممکنه که توسط حزب الله، که حزب الله مورد حمایت ایران و غیر ذلک، ولی فردی که مرتکب اون حمله شد یک شهروند لبنانی بود. باز ممنوعیت ورود اتباع ایرانی چجوری میتونه از اون حملات؟ ولی از نظر تفاوت ایجاد کرد، نگاه کردن به جمعیت عراق، بدون تردید یه شمار زیادی از پناهندگان از عراق هستند یا شیعیان. خیلی از اونا که ممکن است مسیحی هم باشن، شمار اندکیشون مسیحی باشن، ولی کاری که دولت نمیتونه بکنه، ایالات متحده تلاش هم نمیکنه این کارو بکنه، اینی که بگه بله ما اجازه میدیم که پناهندگان از عراق بیان که شیعن، ولی اون سونایی که سنی هستن را ندیم. بنابراین این یه مسائل دیگری رو ایجاد میکنه و من فکر میکنم که دولت آمریکا داره تلاش میکنه که در واقع از این نظر دقت بکنه، در واقع بین این تفاوت‌های قومی مختلفی که وجود داره یا مذهبی مختلف. یکی از نقد‌هایی که به این بخشنامه وارد شده، و من اینجا توضیح بدم به خاطر اینکه مهمان دوم ما که در واقع از منتقدین بخشنامه هستش، متاسفانه تا این لحظه تشریف نیاوردن، من استدلال‌های مربوط به منتقدین رو با شما در میون می‌ذارم که به هر حال شما پاسخ بدید. یکی از نقدهای دیگری که منتقدین مطرح میکنن نسبت به این بخشنامه، بحث در واقع هدف قرار گرفتن مسلمانان در این بخشنامه هست. هرچند که کاخ سفید تأکید داره که این ممنوعیت برای ورود مسلمانان نیست و کشورهای پرجمعیت مسلمان مثل مالزی، اندونزی، عربستان سعودی، اینها از شمول این بخشنامه اجرایی در واقع کنار گذاشته شدن، اما منتقدین اشاره دارن به اظهاراتی که پرزیدنت ترامپ در زمانی که کاندیدا ترامپ بود ابراز میکرد، در واقع اظهارات تبلیغات انتخاباتی خودش، از جمله اون چیزی که در مقطعی اعلام کرد به عنوان لزوم ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا، و به اون استناد میکنن. به نظر شما چقدر میتونه این مبنای حقوقی قرار بگیره در بررسی هایی که دادگاه تجدید نظر و بعد احیانا دیوان عالی کشور در رابطه با این بخشنامه اجرایی خواهد داشت؟
بدون تردید، همونطور که در مورد چیزهای دیگه هم صادقه، اون باید با میراث حرفایی که در طول مبارزات انتخاباتی زده اون رو در واقع باش روبرو باشه. البته این به اون صورت در واقع ممنوعیت ورود مسلمانان نیست، ولی در واقع ممکنه در واقع یک شماری از پناهندگان رو در واقع محدود بکنه از کشورهای مسلمانی که میان. یکی از تنها واقعا اشاره در فرمان اجرایی، تنها اشاره که در فرمان اجرایی به مذهب شده این هست که اجازه بدهد که سیاست آمریکایی اجازه بده که به گروه‌های اقلیت مذهبی برای اونها امتیازات بیشتری قائل بشه، که مثلا ممکنه مربوط به مسیحیان باشه که وزارت خارجه اشاره به اون کرده بود. آقای کری وزیر امور خارجه پیشین مسیحیان سوریه رو به عنوان هدف کشتارهای جمعی مشخص کرده بود، ولی در واقع این برداشتی که آمریکا داره اینه که بله، البته یک میراثی از حرفایی که در طول مبارزات انتخابات زده باعث میشه که یه مقدار برای خود آقای ترامپ مشکل باشه که بتونه هم در دادگاه هم در محافل عمومی از اون موضع خودش دفاع کنه. بسیاری از منتقدین در ایران این رو مطرح میکنن که صرف نظر از سیاست‌های حکومت ایران و آنچه که شما اشاره کردید به عنوان اون در واقع مخالفت یا خصمی که نسبت به ایالات متحده در عرض نزدیک 14 دهه اخیر ابراز کرده حکومت ایران، مردم ایران اتفاقا به گفته بسیاری از تحلیلگران، حتی تحلیلگران غربی، تحلیلگران آمریکایی، از معدود ملت‌های خاورمیانه هستند که خیلی رویکرد مثبتی نسبت به ایالات متحده و به طور کلی نسبت به غرب دارن و بعضی از این نگرانن و این نگرانی رو ابراز میکنن که در شمول قرار دادن ایرانیان در این فهرست با توجه به اون نگاه مثبتی که مردم ایران نسبت به آمریکا دارن، به هر حال ایرانی‌ها تنها کشوری در خاورمیانه بودند که بعد از وقایع 11 سپتامبر مشاهده تظاهرات محکومیت حملات 11 سپتامبر بودیم به صورت خودجوش. آیا این نوع اقدام اون دیپلماسی مردمی آمریکا در ایران رو خدشه‌دار نخواهد کرد؟ Possibly, I think we have to wait and see what else happens. ببینیم منتظر ببینیم که چی میشه. بدون تردید در دوره پرزیدنت بوش به خصوص دولت در واشنگتن این دیدگاه رو در واقع پیشه کرد که در واقع یک احساسات هوادار آمریکایی ها هست در خیابان‌های در واقع ایران که میتونه در واقع فراسوی اون ذهنیت رژیم اسلامی باشه، و من فکر میکنم که این تاثیر کرد مثلا در اینکه اگه مثلا جایگزینی برای دولت عراق تعیین بکنیم، شاید یک دولت بیشتر هوادار آمریکا در اونجا داشته باشیم. و آمریکایی‌ها با نگاهی که به جنگ‌های عراق و افغانستان کردن، با نگاه این ایمان رو از دست دادند که سیاست آمریکا ممکنه بهره ببره از در واقع دست مودت دوستی کردن به سوی همین مردم، به حالت مردم عادی در ایران، در عراق و یا در افغانستان یا در جاهای دیگر. برابر این شما این احساس فزاینده رو دارید که بله بله، ما اونجا بودیم، سعی کردیم که آدم ها رو کمک کنیم، ولی شاید لازم باشه که اصلا برگردیم به میهنمون. و من فکر میکنم که ترامپ معرف گوشه ای از این ذهنیتی که دیگه دستمون رو بشوریم از اونجا و به میهن برگردیم. خب حتی اگر اینطور باشه، به هر حال آمریکا خواستار این هستش که وجهه مثبتی داشته باشه قاعدتا در خاورمیانه و خصوصا در بین شهروندان عادی ایران دیگه، اینطور نیست؟ Well, I think there are definitely a lot of elements in the U.S. government. بله، یک عوامل آدمای زیادی هستند در دولت آمریکا که علاقه دارن به این مسئله. ولی چیزی که باید منتظرش باشیم اینه که تا چه حد پرزیدنت ترامپ به اون آدما گوش خواهد داد.
چون قبلن ما در واقع در ایالات متحده سعی کردیم که با اون احساسات همین آدم های معمول در ایران در تماس باشیم، ولی بعد اون اعتقادمون از دست دادیم که شاید از این طریق بتونیم در واقع نوع اون رابطه رو که میخواییم ایجاد بکنیم. میخواستم تنها با یک سوال، چون که فرصت ما بسیار کمه، این گفتگو رو ببندم و اون اینه که جامعه ایرانیان مقیم آمریکا، ایرانی آمریکایی ها، جامعه‌ای که در آمریکا از جوامع نخبه محسوب میشه، بسیاری از متخصصین، اطباء، پژوهشگران ایرانی تبار هستند و الان ما شاهد این هستیم که برخی از رؤسای سیلیکون ولی قصد دارن که با این اقدام رئیس جمهور به هر حال مخالفت بکنن، دقیقاً به خاطر همین ماجرا. در کفه ترازو اگر قرار بدیم مزیت‌های امنیتی این در واقع بخشنامه اجرایی به زعم شما و احیانا انعکاس منفی که ممکنه داشته باشه، اگه ممکنه در یک دقیقه بفرمایید به نظر شما شخصا کدوم بر دیگری میچربه؟ از دیدگاه من، من فکر نمی کنم که آقای ترامپ داره بهترین مسیر رو پیش میکنه. من فکر میکنم که استدلالای زیادی میشه در خوری میشه مطرح کرد در جامعه ایرانی در آمریکا، که در همون زمان من فکر میکنم که باید این مسئله رو درک کرد که بسیاری از پایه های در واقع آقای ترامپ در آمریکا آدمایی هستند که حتی پناهندگان خارجی رو که میان اینجا و موفق هستن یا احیانا ثروتی میاندوزن اونها رو به عنوان رقیب خودشو میبینن. برابر این یک گونه تنشی در زیر ساختار سیاست های مهاجراتی داره که ممکنه نتایجش رو بعد به مرور ببینیم. خیلی ممنون از جناب آقای دن مکلاخلن، حقوقدان در نیویورک، که مهمان برنامه امروز ما بودید. Thank you. در اینجا نگاهی داریم به نظرسنجی صفحه فیسبوک افق نو. آیا حفظ امنیت شهروندان آمریکا در برابر هر گونه تهدیدات تروریستی بخشی از وظایف رئیس جمهوری این کشور است؟ 91% پاسخ مثبت دادن و 9% پاسخ خیر دادن. در این حال دیدگاه کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره در واقع حالا اعمال مقررات شدیدتر در بخشنامه اجرایی رئیس جمهور آمریکا رو براتون اینجا چند تا رو انتخاب کردیم. حمیدرضا برای ما نوشتن اگر ریاست جمهوری، سنا و کنگره آمریکا به امنیت شهروندان اهمیت میدهند، بهتر از قانون اسلحه را مورد بازبینی قرار دهند. ناهید نوشته اگر حمله تروریستی به آمریکا بشود، رئیس جمهوری است که باید پاسخگو باشد، چرا نتواند امنیت را برقرار کند. و معین کسری برای ما نوشته بنا به کمال مطلوب دموکراسی آمریکا باید معیارهای متعالی را الگو قرار دهد، نه نظام گری، نه نظام گری را. خیلی ممنون از اینکه بیننده برنامه امروز افق نو بودید. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.